با سلام، چهارمین برنامه نام ها و یاد ها رو مشاهده میکنید با حضور آقای مسعود سررشته، افسر اطلاعاتی پیش از تغییر حکومت در ایران. درس برنامه گذشته بسیار مختصر به رؤوس مطالب پرداختیم و طبیعتاً در برنامه های آینده باز هم به گذشته برخواهیم گشت. آقای سررشته، با تشکر مجدد از حضورتون، الان از نظر جدول زمانی رسیده ایم به 22 بهمن 1357. شما حکومت و سازمان اطلاعاتی کجا بودید؟ یعنی روز 22 بهمن؟ بله. والا 22 21، خب خیلی من اولا، یعنی همه ماها از 2-3 ماه قبل از این انقلاب همه دیگه خونه نمی رفتیم، همه مخفی زندگی می کردیم، چون همین چریک ها و مجاهدین اینا آزاد شده بودن و خب اینا هم با ما دشمن سرسخت بودن، مخفی زندگی می کردیم، ولی اداره می رفتیم، اداره سر کار خود سر جاش بود و ما می رفتیم سر کارمون، ولی کاری نبود، کاری انجام نمیدادیم، فقط ناظر همین تظاهرات و چیز بود و هیچ اقدامی هم انجام نمیشد. البته پلیس خب تو خیابونا بود، در چیزی هم بود، مثلا گاهی وقتی یه درگیری مسئله پیش می اومد، ولی اونطوری شدید نبود. 22 بهمن، 21 بهمن دیگه یه عده‌ای رفته بودن دیگه، نمی اومدن اداره، فهمیده بودن. آیا پایان کار رو لمس میکردید؟ بله تقریبا، یه عده‌ای که البته نه خوشبین بودن تا آخرین روز، ولی من خودم حس میکردم که دیگه کار تمومه. با تمام این تفاصیل هر روز میرفتیم. 21 بهمن یادمه که تیمسار سجادی رئیس اطلاعات بود، دایره عملیات، قسمت عملیات و افسرها رو خواست و اینا، گفت فردا شما همه با مسلسل و اینا باید تو اداره باشید و دفاع کنید از چیز، از پلیس. همه هم گفتن خیلی خوب، چشم و رفت. بعد اومدیم فردا شد صبح، یه تعدادی خب البته شاید 30-40 نفر بیشتر نبودن، 20-30 نفر، 40 نفر اومدیم تو اداره و بعد دیدیم شروع شد و خبرها هم از بیرون داره میرسه، هزاران هزار نفر جمعیت داره. خب ما با یه مسلسل و نمیدونم 30 تا فشنگ چیک، اصلا همون هم یوزی بود، 30 تا بیشتر فشنگ نداشت، حالا بگیم رزرو هم داره مثلا، خب ما چه کار میخوایم بکنیم؟ بزنیم این مردمی که دارن میان، هزاران نفر دارن میان، هموطنهای ما دیگه، حالا اخفال شدن، حالا بزنیم اونا رو بکشیم که چی بشه؟ خب این انقلاب معلومه کار تمومه دیگه، فایده ای نداره کشتن، خب اونا هم بزنن ما رو بکشن، خیلی نداره، ولی ما بیگناه که چه ارز کنم؟ خب تحت تاثیر این تبلیغات اومدن بیرون دیگه و کارم تمومه، یعنی بیخودی مقاومت کردن فایده ای نداره. من اولین نفری بودم گفتم این فایده ای نداره، اینا هم بریزنی تو، خب ما هم این نزنیم اینا ما رو میزنن میکشن، چه برای چی وایسیم اینجا که بیایم چیز کنیم، خودمون رو دست اینا به کشتن بدیم، این واقعیته. گفتم من رفتم، من که گفتم من رفتم، یه دم با من اومدن و رفتن، 3-4 نفر موندن، اینا من نمیدونم چجوری فکر میکردن. حتی رئیس عملیات ما، حالا خدا بیامرزه رفته، آقای خطایی که پلیس بی‌نظیری بود، بی‌نظیر واقعا، و گرفتنش، زدن، داغونش کردن، ولی تونست از بیمارستان با اینکه 2 تا محافظ هم داشت برنامه ای بریزه با پرستارا اینا و با یه مجروحی که بغلش خوابیده بود با اون چیز کنه، روی پاکت سیگار یه رمزی نوشته داد به اون پاسبانه که بغلش تیر خورده بود، اون خانوادهش اومدن ملاقاتش کنن، داد به اون رد کرد رفت. بعد یه برنامه ریخته بود که یه آمبولانس اومد با چند تا پرستار که نمیبرن اتاق عمل، با عنوان اتاق عمل بردنشون، دو از پنجره پریدن پایین، اومد رفت بیرون، فرار کرد رفت آمریکا، رفت آلمان و تو آمریکا، تو آلمان بود سالها، 2 سال پیش فوت کرد. بله اینا ما رفتیم دیگه، ما رفتیم و شاهد سقوط رژیم بودیم. حالا بفرمایید که جابجایی اداره اطلاعات و امنیت حکومت جدید با حکومت سابق چگونه انجام گرفت؟ آیا به کل از نقطه صفر شروع شد یا متسلسل و ادامه گذشته با اندکی یا تا اندازه زیادی تغییرات؟ نه، یالا خمینی یا اونایی که بهشون یاد میدادن واقعا آدمای چیزی بودن، آدمای با فکری بودن،
اینا چیز نکردن مثل مثلا عراق همه چیز منحل کرده و لیبی اونطوری، نه اینا البته سرانو کشتن ولی مثلا کلانتری یا سر جای خودش گفتن باشه، افسرا باشن، نمیدونم همه ادارات مشغول کار باشن، سرنگ بالا رو که همه رو بیکار کردن، همه رو نه همه رو بیکار نکردن، خیلی بیکار کردن خیلی ها. بله ولی بله یعنی خیلی ها رو بیکار کردن ولی نذاشتن شالوده ریخته بشه. شالوده اگه ریخته میشد یعنی هیچی نبود، اون وقت هرج و مرج میشد مثل عراق، مثل لیبی، مثل نمیدونم همه جایی که اون جایی که بیبه اینا بابا متا. از همون روز اول آخوندا رو آوردن اونجا گذاشتن پلون، مثلا هیچ یادم نمیره حالا اسمم ببرم برای که فوت کرده رفته اشقی پور بود، خیلی افسر بسیار خوب بود، چون شد جانشین، شد رئیس اطلاعات، یه آخوندی اومد نشسته پلوش که دو نفر از اینا کار یاد میگرفتن، همه اونجا کارهای خودشون رو میکردن، همه جا یک آخوند اومده بود یا یه تا از همین دور دسته خودشون. در هواپیما هم آقایون مذهبیون می نشستن. بله بله همشون از یکی عشقشون این بود لباس نظامی بپوشن، اینا فقط لباس بلد بودن بپوشن، ولی دانشگاه رفتن و اون مصیبت ها رو کشتن و اون درس ها رو خوندن و اینا اونا رو که بله فقط لباس قشنگ می پوشن، قشنگ پاگون های طلایی هم می زنن ولی تو خالیه هیچ چیزی به خلخالی که چیز بود لباس ارتشی می پوشید، یعنی دوست داشته ارتشی رو ولی خودش حال ارتش رفتن نبوده، ولی خوشش می اومده که لباس ارتشی بپوشه سوار اسب هم بشه که خود زمین. حالا بگذاریم، به هر حال اینا سوار شدن ولی ادارات اینا رو حفظ کردن به تدریج یواش یواش، پلیس و اینا رو همه رو تصفیه تا همه چی افتاد دست خودشون. شما امروز نیروهای امنیتی سازمان مشهور به ساواما رو چگونه قضاوت میکنید؟ افراد وطن پرستی هستن؟ افراد حاذقی هستن نسبت به شغلشون؟ من خب مسلم من که خب از همون یکی دو سال بعد از انقلاب اومدم بیرون، تماسی هم ندارم، هیچ اطلاعاتی هم راجع بهش، ولی از گفته ها و شنیده ها من استنباط میکنم، به هر حال من فکر میکنم، حدس منه شاید 80-90% سازمان های اطلاعاتی اینا که برای اینا کار میکنن یا پاسدارا یا اینا ناراضی هن از رژیم، دلیل دارم، برای دلیل دارن، مجبورن کار کنن، زندگی دارن، زن دارن، بچه دارن، مجبورن کار کنن، باید هم کار کنن، جای سرزنش نیست، ولی دلیلم اینه که شما ببین اینا یک زمان ما کار میکردیم چون همه از رژیم راضی بودیم، یک دونه خبر اطلاعاتی ما، خبر محرمانه ما درز نمیکرد، امکان نداشت یک دونه هم درز نمیکرد چون همه اعتقاد داشتن به اون رژیم، ولی اینا هر خبری که میشه امروز یه اتفاق مهمی میفته فردا همه میفهمن، رادیوهای خارج، رادیوها، تلویزیونها همه میگن، روزنامه ها مینویسن، چرا؟ از مامورین خودشون خبر میدن، مامورین ناراضی خودشونن که اطلاع میدن آقا تو اتم اینجا اینطوری شد، تو فلان جا اینطوری آدم کشتن، اونجا 4 نفر کشتن، تو زندان انقدر اعدام کردن، ولی این خبران بیرون درز نمیکرد که اینا خودشون تا خبر اینا اون ناراضیان که من فکر میکنم 80-90% پرسنل نظامی، ارتش که جای خود داره اونا همه ناراضی هست، پرسنل نظامی، پاسدارا اینا اکثرا حالا به اقرار نبخوام خود چی بکنم 80-90% این رژیم رو دوست ندارن، آخه اینا هم خانواده دارن، عمه داره، خاله داره، عمو داره، پس خب میبینه داره در چه شرایط بدبختی دارن زندگی میکنن، نمیتونه بی تفاوت باشه، دلش خونه. من این فیلم هایی که نشون میدن خامنه نشسته اون بالا داره صحبت میکنه، اون افسرهایی که نشستن، خب ما کارمون کار اطلاعاتی بود، من از چشمای طرف میفهمیدم این داره چی فکر میکنه چی میکنه، من اینا رو که نگاه میکنم میبینم که آقا اینا که نشستن دارن حرفی گوش میدن، سرم تکون میدن، هیچ کدومشون اعتقاد به این ندارن، هیچ کدومشون، شاید یکی دو نفرشون، شاید تو 500 نفر که نشستن چه نظامی ها چه بازدارا ما یارو سرانشون اونا هم به خاطر منافع خودشون پول میبرن میلیون میلیون میلیون. ولی آقای سرشته با درک گفته های شما چرا اینقدر خشونت در سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیده میشه و لمس میشه؟ خب این اگر یک روز اینا خشونت بگن آقا ما فردا هیچ خشونت نمی‌کنیم. منظورم از کارمندان ناراضی است، شکنجهگرها، مسئولین زندان اگر از حکومت ناراضین چرا انقدر خشونت دارن؟ برای که دستور دارن، کارشون اینه، اون یارو شکنجهگره اگر اون کار نکنه فردا خودش اعدام میکنن، اون ماموری که فرستادن بیاد منه بگیره شاید دلش نخواد منه بگیره، شاید نخواد چیز کنه به من خشونت نشون بده، ولی اون بغل دستش بمونه خبر بده، همه از همدیگه میترسن، اینا مامور در مامور گذاشتن،
ما اون موقع اینطور نبود. من خودم میرفتم مثلا رفتم یه به جای ماموریت بارها شده مثلا نه واقعیت مثلا رفتم یه جای خونه به شرفم سوگند دیدم خب اینا اگه من دستگیر بشه این خانوم که حامله هم هست یه بچه کوچولو هم داره و شوهرش این خانوم اگه بیاد تو بگیرن بیارنش اونجا حداقل با کارهایی که کردن من اطلاع دارم این حداقل 15-20 سال زندان داره شوهرش هم امکان اعدام داره. من همونجا دوستام کشیدم کنار دو تا سه تا اکیپ بودن که البته یه دور خونه محاصره کرده بودن با اینا رو گرفتم کشیدم کنار گفتم من این پیشنهاد میکنم شما اگه موافقید من این کار کنم. چی؟ کنم این زن من میبینم نادمه تو چشماش دارم میخونم با به این بچه کوچیک حامله ببریمش اونجا این 15 سال 10 سال 20 سال زندانی بهش میدن این داغون خواهد شد. من اگر شما موافق باشید ما دهنمونو ببندیم حرف نزنیم. من از زنم تعهد میگیرم. همشون گفتن هر چی شما میگی جواب. اومدم با خانم صحبت کردم گفتم داستان اینطوریه اینطوریه شما بیای آیا قول شرف به من میدی که این کارو بذاری کنار از امروز قطع رابطه بکنی ولی شوهرت ما میبریم؟ قسم خورد گفت سوگند میخورم به خاطر این بچه که زشکم و این بچه که هست دیگه من تماس نخواهم و واقعا هم به سوگندش بخورم. و همونجا من تمام مدارکی که مربوط به این زن بود اینا رو همه رو پاره کردم سرنوشت شوهرش چه شد؟ با اون طرف بردیم. چه شد سرنوشتش؟ سرنوشت اون یارو من دیگه خب ما که وظیفه داشتیم کار عملیاتی میکردیم میآوردیم اونو تحویل اداره میدادیم اونا میرفتن به قسمت بازجویی و اونا بازجویی میکردن بعد اگه به جایی میرسیدن باز عملیات بود که باید بریم یکی دیگر رو دستگیر کنیم اون موقع باز به ما میگفت ولی ما از سرنوشت اونا خبر نداشتیم. شما در بخش خاصی از این بله. دایره ما برای شناسایی ها شناسایی و تحقیق و تحقیق کردن و شناسایی کردن و کارهای عملیاتی و البته اینایی که از ادارات مختلف می اومدن به کمیته اینا یه دوره مثلا 3-4 ماهه 5 ماهه با یکی دو نفر از افسرهای 3 نفر از افسرهای قدیمی اداره که در کارهای عملیات بودن پیش اونها یه آموزش میدیدن بعد خودشون میشدن سرپرست و اکیپ جمعاً ما 40 تا اکیپ داشتیم. شما فکر کن زمان شاه اون زمان 40 تا اکیپ امنیت تهران حفظ می‌کرد. تو هر اکیپ 4 تا ماشین 4 تا افسر 4 نفر بودن. یه راننده بود، یه سواکی بود، یه افسر شهربانی بود، یه پاسبان. این 4 نفر 20 تا اکیپ صبح گشت می‌رفت، 20 تا شب گشت می‌رفت. این امنیت تهران که اینقدر بزرگ بود و این همه جمعیت و این همه مخالف امنیتی بود. شب همه سرشون راحت میذاشتن میخوابیدن هیچ خبری هم نمیشد. الان 40,000 تا ماشین داره میگرده تو تهران. بازم امنیت نیست، بازم امنیت نیست ولی جمعیت خیلی زیاد جمعیت زیاد شده ولی به نسبت چقدر شده؟ دو برابر شده. دو برابر یعنی 20 تا ماشینی گشت باید بشه 40 تا ماشینی گشت، نه که 4,000 تا ماشینی گشت. نه خیلی، برای که اینا امنیت رو با زور دارن، با یعنی امنیتی هم نیست. هر روز خدا یکی از افسران آگاهی تعریف میکرد به یه افسری که از دوستای ما بود با اون آشنا شد، گفته بود ما اگه بخوایم اخبار داخل تهران رو منتشر بکنیم بگیم یک نفر تو خونه شب راحت نمیخوابه. چه خبرهایی در 24 ساعت در ایران در تهران چه اتفاقاتی میفته، چه جنایاتی میشه نمیگن، فقط این سطح ما میبینیم. به هر حال این بود داستان. به هر حال آقای سرشته باز هم ممنون. چهارمین برنامه رو در حضور شما ضبط کردم. دو برنامه دیگر باقی مونده و اگر شاید ضرورتی باشه یکی دو برنامه دیگر هم اضافه بکنیم برای اینکه از دانسته های شما بیشتر استفاده کنیم. اگر اجازه بدید، چون میدونم شما با شاپور بختیار مدت ها همکاری کردید در پاریس، ماموریت های مخفی به ایران رفتید، برنامه بعدی رو فقط به رابطه و آشنایی و کارهای شما با شاپور بختیار اختصاص میدیم. بله خیلی موافقم، خیلی، برای اینکه واقعا افسوس شاپور بختیار خیلی میخورم. مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود، واقعا بی‌نظیر بود. حیف حیف که قدرش ندونستیم. همون زمان که اومد گفت، همه چی رو هشدار داد، همه رو هشدار داد ولی کسی گوش نکرد.